منیژه اسمدوو اولین زن مدال‌آور طلا برای کشور تاجیکستان در رشته رقابت‌های رزمی مختلط است. حضور زنان تاجیک در مسابقات بین‌المللی در رشته رزمی مختلط هنوز در جامعه تاجیکستان یک آزمون تلقی می‌شود، اما منیژه 19 ساله با این آزمون‌ها مبارزه کرده و در این رشته برای خود و کشور خود نام و جایگاه بزرگی را به دست آورده است. منیژه سمدوو بانوی ورزشکاری تاجیک برای اولین بار در رقابت‌های بین‌المللی ورزش رزمی مختلط برنده مدال طلا برای تاجیکستان شده است. او در ماه فوریه سال جاری در مسابقات قهرمانی جهانی بانوان قهرمان 65 کیلوگرم شد و این جایگاه را به نام خود و کشور خود ثبت تاریخ کرد. منیژه بانوی ورزشکاری تاجیک همه روزه سخت تمرین میکند و میخواهد یک نمونه برای دیگر بانوان ورزشکاری این رشته در تاجیکستان باشد. بله، میخواهم در آینده به حیث مربی کار کنم و دختران را برای یگان مسابقه تیار کنم. این بانوی ورزشکار میگوید که در اوائل مادرش مخالف انتخاب رشته ورزشی وی بود، اما بعد از قهرمانی او در مسابقات جهانی مادرش یکی از مشویقهای سرسختی او شده و منیژه را از هر جهت حمایت میکند. آنچه برای منیژه انرژی مثبت داده است. خیلی که میبینید منیژه سمدوو ورزشگر بانوی تاجیک تمرین های خود را در تنهایی عملی میسازد، زیرا ماه شریف رمضان است و زیاده از ورزشگرانی که در یک جایگی با او تمرین میکردند حالا تمرین نمیکنند، ولی منیژه سمدوو تمرین خود را در یک روز دو مرتبه ادامه میدهد. این بانوی ورزشکار میگوید که قبل از رو آوردنش به ورزش رزمی مختلط در رشته کیک بوکسینگ تمرین میکرد و دستاوردهای زیاده در آن رشته نیز داشت. اینجا تالاری است که منیژه بانوی ورزشکاری تاجیک باری نخستین به شکل حرفه‌ای رو به ورزش آورده بود. دوستانش از منیژه پذیرایی خوش کردند و از تمرینات گذشتهشان همراه با او یادآوری کردند. منیژه دخترکی پرقوت هستند، در برابر ما تمرین میکرده. ما همراه دوستان هم میخواستیم که منیژه دوستان دستازخور را در جمهوری و بیرون از جمهوری به دست آورد. منیژه سمدوو به این عقیده است که همه باید هدفهای خود را تعقیب بکنند. از این رو منیژه فعالیت هیچ ورزشکار سرشناس را پیگیری نمی کند. من یگان کس را پیروی نمی کنم. می خواهم که دختران تاجیک در آینده پیروی من شوم. حالا منیژه بانوی ورزشکاری تاجیک کوشش به خرج می دهد که مدرک بین المللی مربیگی ورزش رزمی مختلط را به دست آورد و همزمان با اشتراک در مسابقات های بین المللی این رشته برای پیشبرد زندگی و کمک برای مادرش که یگانه حامی خانواده است درآمد مالی نیز داشته باشد. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، دوشنبه، تاجیکستان.